منتظر میمونم همینجور گفتم یا بیام چون دیدم داشتم باکس سوالا رو چک می کردم دیدم خیلی سوال باز هم با اینکه من زیاد در مورد زود انزالی صحبت کردم درباره زودن زود بود بعد دیگه گفتم که بیام امروز در مورد درمان زود انزالی یه لایو کوتاه چند دقیقه حالا ده دقیقه یک بذاریم بی امروز میخوام درباره یه چند تا تکنیک بهتون آموزش بدم حالا راه های برای درمان بخوام بگیم زود انزالی هستش ولی قبل از اون یه توضیح مختصر خیلی کوتاه میدم که اصلا زود انزالی چی هستش ببینید ما انزال زودرس و یا پریمچور جکولیشن رو به فردی میگیم که به سه از مردها اول اینکه اینو تجربه میکنن در هر سنی و یا هر زمینه‌ای که داشته باشن ممکنه یک بار در زندگیشون آقایون در واقع زود انزالی رو تجربه کنن زود انزالی زمانی هستش که در طول فعالیت جنسی انزال قبل از اینکه انتظارش رو داشته باشن و یا تمایل داشته باشن که بخوان انزال براشون اتفاق بیفته زود یعنی در واقع زودتر از اون حد معمولی که میخوان انزال اتفاق میفته که باعث در واقع نارضایتی خودشون پارتنرشون و همسرشون میشه چرا چه نه خودشون از رابطه جنسی در واقع بخوام بگیم لذت میبرن و نه اینکه باعث میشه که پارتنرشون از رابطه جنسی لذت ببرن چرا که اون پارتنرشون ممکنه که هنوز به نرسیده باشه و انزال قبل از اون اتفاق بیفته عوامل مختلفی میتونه توی زود انزالی تاثیر داشته باشه مثل عوامل فیزیکی حالا علائم عوامل ج... جسمی که یک مرد ممکنه داشته باشه عوامل روانی و یا مشکلات رابطه‌ای که توی بین زوجین وجود داره میتونه باعث زود انزالی در یک مرد بشه به صورت کلی اگر بخوایم استراتژی ها یا تکنیک هایی که درباره برای درمان فیزیکی به کار میره از کجا بفهمیم که مشکل اول فیزیکی هستش ببینید اگر یک مرد حتی توی مثلا خود ارزایی هاش هم گاهن انزال براش اتف... زود اتفاق میفته پس خیلی مشکل اول اینکه رابطه ای نیستش در واقع ممکنه مشکل جسمی باشه ممکنه مشکل استراب باشه ولی تکنیک های فیزیکی چند تا هستش که من اینجا بهش اشاره میکنم که اگر اونها رو انجام بدید میتونه در حین رابطه, رابطه جنسی که دارید میتونه به شما کمک کنه که در واقع انزال طولانی تر داشته باشید یعنی مدت زمان دخول طولانی تر مدت زمان نوز طولانی تر داشته باشید یکی از این تکنیک ها روش استارت استاپ هستش که من حتی به مراجعانم میگم. مثل اینه که وقتی که دارید رابطه جنسی رو برقرار میکنید خب آقایون حرکت مایه معنی رو توی اندام تنسلیشون که کیسه بیزه میاد و حالا وارد اندام تناسلی میشه و میخواد خروش پیدا کنه این حرکت رو در واقع متوجه میشن خب بعد دیگه اگر زودتر از اون تایمی هستش که انتظارش رو دارید یک مکس کنید اسم این تکنیک در واقع, در واقع ستارت ستاپ هستش یک مکس کنید دو سه دقیقه زمان بدید صبر کنید بعد دوباره انزال در واقع دخول رو و یا تحریکات رو انجام بدید پس یکی از روش هاش روش استارت ستاپ هستش به این ترتیب که گفتم اول رابطه جنسی رو مثلا دارید دخول رو دارید حرکت مایه منی رو احساس میکنید احساس میکنید که الان انزال داره اتفاق میفته استوب میکنید یکی دو دقیقه می میکنید اون تنش که آلت تنسولیتون داره کاسته کاشت، میشه ازش بعدش دوباره رابطه جنسی و یا حالا دخول رو از سر گیرید این یکی از تکنیک ها هستش یه تکنیک دیگه ای که هستش تکنیک یا فشار دادن هستش به این صورته که خب گفتیم وقتی که باز دوباره شما حرکت مایع معنی رو احساس میکنید احساس میکنید که انزال داره برای شما اتفاق میفته سر حالت تناسلیتون رو به صورت خیلی در واقع آروم حالا نخواهیم بگیم محکم فشار بدید که آلت نوز رو نوزدار رو بشکونید نه به صورت خیلی آروم سر آلت تنسایت رو یه نیشکون کوچولو بگیرید یه نیشکون که بگیرید این باعث میشه که اون انزالی که میخواد اتفاق بیفته در واقع برگرده و انزال برای شما اتفاق نیفته این هم یه روش دیگه هستش یه روش دیگه و یه کار دیگه که میتونید انجام بدید من دارم تون تون میگم چون هم لایف کوتاه باشه و برم یه روش دیگه و کاری که میتونید انجام بدید تمرینات کگل هستش من همیشه گفتم بهتون که کگل به تقویت عضلات کف لگن شما کمک میکنه که این باعث میشه کنترل انزالتون رو در واقع مدت زمان انزال شما رو افزایش بده کگل خیلی تمرین راحتی هستش و اصلا تمرین سختی نیستش دست و پایگیر و زمانگیر نیستش چون گاهی اوقات مراجعانی که من دارم میان و مثلا جلسه بعد که میان تمرین انجام ندن چرا چون وقت نداشتن یا نتونستن انجام بدن ولی کگل اصلا دست و پایگیر نیستش نکته مهم تمرین کگل اینه که اون ازوله مناسب رو در واقع پیداش کنید بدونید که منظور ما میگیم میخوایم اون یک ازوله در واقع تقویت بشه اون ازولات تقویت بشه چه ازولاتی هستن برای پیدا کردن ازولات کف لگنتون میتونید یک بار دو بار که تو مثلا دستشویی هستید و دارید ادرار میکنید در وسط ادرار کردن اون جریان رو قطع کنید و متوقفش کنید یعنی چی خب ما انسان ها توانایی اونو داریم که ادرار خودمون رو نگه داریم دیگه وقتی که داریم یا مثلا وقتی که میخوایم میخواید ادرار کنید خودتون رو اینجوری که یک لحظه نگه میدارید که ادرار رو قفل کنید یه ازولاتی درگیر میشه ما میخوایم اون ازولات تقویت بشه یا مثلا وقتی که باد معده دارید و احساس میکنید که نمیخواید اون باد معده خارج بشه خودتون رو نگه میدارید یک ازولاتی رو اون قسمت در واقع منقبض میکنید سفت میکنید که مانع از اون دفع گاز میشه خب ما اون ازولات رو میخوایم درگیر کنیم که در که به این ازولات حالا میگن ازولات کف لگن این ازولات رو وقتی که شنید شناسایی کردید و یاد گرفتید که کدوم عضلات هستش دیگه حالا در هر موقعیتی شما میتونید این کار رو انجام بدید یک بار دو بار در حین اجرا این کار رو انجام بدید زیاد انجام ندید که حالا به مسانه بخواید آسیب بزنید فقط یک بار دو بار انجام بدید که اون در واقع ازوله رو شناسایی کنید و بعد از اون در هر حالتی که هستید میتونید گل رو انجام بدید تکنیک به این صورته که ازولات کف لگن خودتون رو اینجوری سفت میکنید سه ثانیه نگه میدارید بعد شل میکنید سه ثانیه استراحت میدید بهش سه ثانیه اون ازولهی که میخوایم رو منقبض میکنید میشمارید با خودتون سه ثانیه پنج ثانیه هر چقدر که بتونید هر چقدر هی بیشتر میتونید تا مشو انجام بدید نگه میدارید شل میکنید نگه میدارید شل میکنید این به تقویت عضلات کف لگن شما کمک میکنه و باعث میشه که در واقع اون عضلات شما قوی تر بشه و به تعویق انداختن انزال شما کمک میکنه که گل رو در حالت نشسته میتونید انجام بدید در حالت ایستاده میتونید انجام بدید ظرف میشید میتونید انجام بدید پیاده روی میکنید نمیدونم رانندگی میکنید هر کاری که در انجام هر کاری که باشید میتونید این تمرین کگل رو انجام بدید نکته مهم اینه که متمرکز باشید و دقیقا بدونید ازولات درستی رو منقبض کنید یادتون باشه توجه داشته باشید که ازولات شکمتون و ازولات رون یا باسنتون رو نمیخوایم خم کنید یا مثلا ازولات شکمتون رو منقبض کنید چون گاهی اوقات میاد ازولات شکم رو منقبض میکنید و فکر میکنید دارید اون ازولات رو تقویت میکنید ولی اینجوری نیست گفتم یک بار در حین ادرار ادرار خودتون رو در واقع منقبض کنید در این صورت متوجه میشید که منظور ما از ازالات کف لگن برای تمرین کگل کدوم ازاله هستش این تمرین رو میتونید هر چقدر در روز میتونید انجام بدید میتونید 150 بار در روز انجام بدید ولی اگر بخواید با تمرکز انجام بدید مثلا حداقل سه تا ده دقیقه براش تایم بذارید ولی اون ده دقیقه که تایم میذارید و این تمرین رو میخواید انجام بدید سعی کنید متمرکز باشید و بدونید که دقیقا کدوم <Geschmaden> <legs fingers203> ازوله رو ما میخوایم درگیر کنیم خب این تمرینات فیزیکی بودش حالا ما گفتیم که عوامل روانشناختی هم میتونه توی <Fleetrobe> مشکل زود انزالی برای یک مرد تاثیرگذار باشه خب استراب و استرس یکی از عواملی هستش که باعث در واقع اختلال در عملکرد جنسی یک مرد به بیجه در زود انزالی میشه یعنی چی یعنی اون استراب و استرسی که شما دارید حالا چه از تس از زود انزال شدن چه هر چیز دیگه ای باعث میشه که زود انزالی برای شما بیشتر اتفاق بیفته پس بهترین کاری که میتونید انجام بدید تمرینات مدیتیشن هستش مدیتیشن به شما خیلی کمک میکنه تمرینات در واقع حالا بخوام بگیم ریلکسیشن و آرامش و اینها هستش اینها خیلی به شما کمک میکنه که استراب و استرسی که دارید و میتونه روی عملکرد جنسی شما تاثیر بذاره رو کاهش بده پس این مورد در نظر بگیرید تمرکز حسی داشته باشید تمرینات حسی رو انجام بدید تمرکز بر احساسات فیزیکیتون چه احساسی دارید الان به شما در هر قسمت از ناحیه بدنتون یه نوعی باز همین هم یک نوع تامین مدیتیشن هستش میتونه به شما برای درمان زود انزالی کمک کنه حالا اگر دیگه بخواید از روانشناس یا سکس راپیس کمک بگیری درمان سی پی تی یا درمان های رفتاری میتونه به شما در کاهش استرابتون به همینطور برای درمان زود انزالیتون تاثیرگذار باشه یه نکته دیگه سبک در واقع سلامتی کلی بدنتون هستش و سبک زندگی که دارید میتونه روی عملکرد جنسی شما تاثیر بذاره در واقع رژیم غذایی و ورزش میتونه به سلامت جنسی شما رو افزایش بده و در واقع برای دیر انزال شدن شما میتونه کمک بیشتری کنه یادتون باشه من همیشه گفتم مصرف الکل و مواد مخدر بسیار زیاد روی عملکرد جنسی تاثیر میذاره حالا میخواید الکل مصرف کنید انتخاب خودتونه من نمیگم اصلا مصرف نکنید ولی همیشه یادتون باشه اعتدال رو رعایت کنید خیلی از مراجعانی که من دارم او... مثلا وقتی که با دوستانشون صحبت میکنن اولین درمانی که بهشون میگن مواد مخدر متاسفانه متاسفانه او... من یه ویدیو هم در این باره درست کردم و گذاشتم در واقع همین اینستاگرام که میگن که مواد مخدر مصرف کن یا مثلا تریاک مصرف کن تامادول مصرف کن که متاسفانه این باعث اعتیاد میشه و یا اینکه گاهی اوقات افراد و قبل از اینکه میخوان را رابطه رابطه جنسی بشن الکل استفاده میکنن که خود این الکل میتونه روی انزالشون تاثیر بذاره و نکته دیگه این که نکته آخر که میخوام بهش اشاره کنم خوابتون رو مدیریت کنید در واقع خواب مناسب و خواب کامل به صورت کلی برای کاهش استرس شما و سلامت کلی جنسی شما ضروری و مهم هستش و میتونه به شما برای سلامت جنسی بهتر و به تعویق انداختن در واقع انزالتون تاخیر انداختن انزالتون میتونه کمک کنه نکاتی بودش که دوست داشتم اینجا بیام براتون بهتون بگم دو دقیقه چون من باید زود برم دو سه دقیقه من میمونم اگر سوالی درباره زود زالی دارید بفرمایید <applause> سوالی ندارید ممنون از شما ممنون که با من همراه بودید امیدوارم این لایو کوتاه تونسته باشه تا حدی جواب سوالتون رو بده <تص> آیا شلی آلت تن... شلی, آلت تاثیر در زود انزال شلی آلت یعنی اختلال نوز یعنی مردی که آلت تناسلیش نوز نمیشه و وقتی نوز نشه انزال اتفاق نمیفته یا انزال حتی ممکنه دیرتر اتفاق بیفته و گاهن هم میتونه ولی اگر شلی آلت دارید اون اختلال نوز هستش که باید با اختلال در واقع زود انزالی متفاوت هستش پیتایی که تبلیغ میکنن خیر بارها گفتم نمیدونم مثلا پکیج درمان زود انزالی داروه اگر الا معمولا دارو هستن اگر دارو میخواید مصرف کنید دارو مرحله آخر دارو توی زود انزالی های خیلی شدید هستش ام... که من پیشنهاد نمی کنم پیجایی که تبلیغ هم پنج ساعت تاخیر بندازه نه قرص دیگه میگم که دارو دیگه حتی شما یک دارو مصرف میکنید که مصرف اون دارو اون قرص به شما آره انزالتون رو به تاخیر میندازه ولی برای شما وابستگی به وجود میاد و باید دیگه تا اگه درمان اصولی رو پیش نگیرید تا همیشه باید دارو بخورید به محض اینکه اون دارو رو در واقع بخوام بگیم ترک کنید و مصرف نکنید همچنان برای شما مشکل زود انزالی هستش میگم میگن گیاهی هیچ فرقی نداره خیلی خوب سوال دیگه این ندارید که من همیشه پو دایرکت میدم پای, پای, پای پاسخ نمیدم به خدا دایرکت ها خیلی زیاده من تقریبا طول روز تقریبا سعی کنم 10 تا 20 تا دایرکت رو جواب بدم ولی خیلی زیاده هر موقع ببینم چشم جواب میدم دایرکت هاتون <تصح> خیلی خب ممنون از شما ممنون از همراهیتون امیدوارم که جواب سوال سوالاتتون رو درباره زودنزالی گرفته باشید ممنون که با من همراه بودید ظهر و عصر خوبی داشته باشید و اگر از کار تازه برگشتید سه کار میکنید خسته نباشید خدا با نگهدارتون